در 25 اسفند 71 محمد حسین نقدی نماینده شورای ملی مقاومت در ایتالیا هنگامی که عازم دفتر کارش در روم بود مورد تهاجم تروریست های رژیم آخوندی قرار گرفت که با شلیک چند گلوله او را از ناحیه سر هدف قرار دادند. در جریان این تهاجم تروریستی و بزدلانه رژیم آخوندی محمد حسین نقدی به شهادت رسید و خون یکی دیگر از اعضای فعال و صمیمی مقاومت در مسیر مبارزه علیه دیکتاتوری ارتجاعی آخوندی نثار راه آزادی میهن کردید. یکی از مسئولیت‌های من به طور ثابت تقریباً به طور ثابت بود روزانه رساندن شهید نقدی از محل اقامتش به پایگاه بود که بتونه وظیفه روزانه‌اش انجام بده، که اون روز خلوی ما یک مسیر یک ماشین قرار گرفته بود، در واقع مسیر طوری بود که بایستی مسیر سرعت کم می‌کردیم، خیلی پایین می‌کردیم، ماکسیموم 20 کیلومتر در ساعت، که اون نقطه ما توقفی زدیم. به محضی که توقف زدیم من مشاهده کردم که از سمت راست این موضوع با سر صورت پوشیده با سلاح مسلسل بود که مجهز به سلاح خفرگان بود، که بعد متوجه شدم در لحظه ای که اولین شلیک رو کرد من متوجه شدم که سیشه ماشین خورد شد و یک شلیک و ماکسیموم دو شلیک بیشتر نه در خاطرم نیستش که به گونه نقدی اصابت کرد. زمانی که به محل اورژانس بیمارستان اولین بیمارستان منطقه رسیدیم با اقدام مثلا اقدام سریع دکترایی که تو جریان قرار گرفتن چندین شوک الکتریکی به وارد کردن که بتونن بیمار رو به اصطلاح از خطر مرگ نجات بدن، اما به دلیل اینکه گلوله به شریان اصلی از طریق گونه شریان به شریان اصلی رسیده بود در منطقه گردن دیگه هیچ اقدامی نتونستن بکنن. در واقع این نقطه بود که نقدی شهید شده بود. شهید والاقدر محمد حسین نقدی نزدیک به یک دهه نمایندگی شورای ملی مقاومت در ایتالیا را بر عهده داشت. او که کاردار ایران در ایتالیا بود پس از 30 خرداد سال 60 که خمینی با بستن آخرین قطرات آزادی و دستور گشودن آتش بر روی مردم در تظاهرات مسالمت آمیز 500 هزار نفری 30 خرداد که به دعوت مجاهدین به راه افتاده بود و چهره ضد بشری خود را عیان کرد، محمد حسین نقدی از رژیم خمینی رو برتافت و به مقاومت پیوست. محمد حسین نقدی در 5 فروردین ماه 1330 در یزد متولد شد و پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه به شیراز رفت و در رشته زمینشناسی دانشگاه شیراز به تحصیلات خود ادامه داد. در دوران دانشجویی او چندین بار به خاطر اعتراضات دانشجویی دستگیر و زندانی شد. پس از دانشگاه مدتی در شرکت نفت مشغول به کار گردید و پس از آن در سال 50 به سازمان انرژی اتمی ایران منتقل شد. در سال 57 او در زمینه تحقیق برای شناسایی و استخراج معادن اورانیوم به کار مشغول شد. در سال 59 با استفاده از یک بورس تحصیلی به ایتالیا رفت و در مدرسه مدیریت میلان یک دوره تخصصی عالی در رشته مدیریت را به پایان رساند. پس از بازگشت از ایتالیا در اوایل سال 60 در وزارت خارجه استخدام و به عنوان کاردار سفارت ایران در روم به کار مشغول شد. شهید نقدی در تیر ماه 60 کاردار سفارت رژیم در ایتالیا بود که به دلیل جنایاتی که رژیم در اون سال ادامه داد و شروع کرد و به دلیل افشاگری های گسترده‌ای که انجام شده بود بعد از 8 ماه
یعنی اسفند ماه به همون سال سفارت رو ترک کرد و به صفوف مقاومت پیوست که از اون نقطه به بعد به مدت 10 سال خستگی ناپذیر در صفوف مقاومت عضو شورای ملی اومد بود و به انجام وظیفه‌های خودش اشتغال داشت. تلاش هایی که موزه میکرد این رو دیگه هرچند که تلاشش خصوی نفذید و واقعا برگسته و نیجه بود این رو راضی نمیکرد و منتظر حتما روزی بود. که بتونه بیشتر دین خودش به مقامت ایران و به خلق ایران و به رهبری که خودش در نامه‌های خودش با پرشورترین اعتقاداتش ایراد کرده بود انجام بده. مجاهد خلق مسعود رجوی، کاش اجازه می‌دادی که خون من نیز این سعادت را بیابد تا در خون هزاران هم رزم دیگرت در هم آمیزد و در پای ریزی آن شادی‌ها به کار گرفته شود. میخواهم بار دیگر با تو تجدید عهد کنم، تا خمینی هست و تا مقاومت انقلابی من به پیروزی نهایی نرسیده است، به عنوان یک سرباز و سرباز انقلاب در خدمت مقاومت انقلابی و رهبری آن خواهم بود، هر جا که تو مصلحت بدانی و آن گونه که تو فرمانده دهی، در نهایت انضباط و بی هیچ اما و اگر. محمد حسین نقدی در 25 اسفند 1371 به ضرب گلوله تروریست های مزدور خمینی در روم به شهادت رسید و بدین ترتیب در 42 سال زندگیش در راه آرمان های انسانی و مردمی خود جامعه خونی کرد. پی تلاش‌ها و فعالیت‌های مقاومت ایران بالاخره در 21 اردیبهشت سال 1384 دادگاه جنایی روم محاکمه غیابی یکی از قاتلان محمد حسین نقدی نماینده شورای ملی مقاومت در ایتالیا را آغاز کرد. نام این دیپلمات تروریست امیر منصور بزرگیان بود. در این جلسه دادگاه عالی جنایی روم اعلام کرد که ترور شهید سرفراز محمد حسین نقدی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا در سال 1993 توسط بالاترین مقام رژیم تصمیم گیری شده بود. به
دنبال صدور حکم دادگاه جنایی روم، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، خواستار محاکمه عاملان و عامران قتل نقدی توسط دادگاه قضایی ایتالیا شد و تصریح کرد صدور این حکم دلیل مضاعفی بر ضرورت محاکمه سردمداران رژیم آخوندی در یک دادگاه بین المللی به خاطر جنایت علیه بشریت است. در آغاز این رأی که در 33 صفحه تنظیم شده آمده است، اعتقاد روشن بر این است که قتل نقدی باید یک قتل سیاسی محسوب شود که در محافل دولتی ایران و در چارچوب یک پروژه عمومی متلاشی کردن مقاومت در خارج تصمیم گیری شده است. به این ترتیب نقدی به خاطر کیفیت و کمیت فعالیت‌های سیاسیش در ایتالیا مورد هدف قرار می‌گیرد. به خاطر مهارتی که محمد حسین نقدی در ترتیب دادن روابط با شخصیت‌های عالی رتبه طبقه سیاسی ایتالیا در سطح ملی از خود بارز کرده بود، به خاطر توانمندی انسانی بیگمان این قتل از سوی شخصیت‌های بلندپایه سیاسی مذهبی تهران تصمیم گیری شده است و اجرای آن به یک گروه که به طور خاص به این منظور وارد ایتالیا شده واگذار گردید.